بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه یوگا با دلبر. همینطور که میبینید این بارم روی صندلی حرکت رو انجام میدم و اگر بیننده مرتب برنامه های پنج شنبه که زنده پخش میشه 5 تا 6 بوده باشید، ممکنه 2 هفته گذشته برنامه های تکراری بوده به خاطر اینکه من کسالت داشتم و نیامدم و اونم در اثر یه ترمز شدید که پشت ماشین کردم که نزنم به جلویی و رگ سیاتیکم به تحریک شد و خیلی اذیتم کرد. در هر حال به این دلیل الان رو صندلی هستم و یه سری حرکت‌های نشسته رو زمینم بهتون نشون میدم که همه اینا برای عزیزانی که درد سیاتیک دارید و دارید باهاش درمون میشید و در این حال مدارا میکنید و مواظبید، فوق‌العاده میتونه کار بکنه. چون حرکتی که الان خودم انجام میدم که از این هفته کلاسامو تازه شروع کردم، واقعا با ملاحظه و مواظبت کامل بوده که این بر نگرده و کرونیک یا دائمی نشه این درد. عزیزی سفت پیش زنگ زده بودن با محبت زیاد و میگفتن که این تنفس ها هنوز براشون جا نیفتاده و نمیدونستن که چطور باید تنفس ها رو انجام داد. خواستم بگم این مشکل یک نفر دو نفر نیست. خیلی از دوستان و کسانی که در کلاس های مختلف من هستن، با وجود اینکه سالها باشون کار میکنم، هنوز تنفس ها رو مرتب من باید سر کلاس ها یادآوری کنم. وقتی میگیم تنفس شکمی، خیلی عزیزان قاطی میکنن، برای اینکه اون اصلا فراموش کنیم. فقط چیزی که من میخوام یادآوری کنم اینکه وقتی نفس میکشید تمام قفسه سینه باز شه، فقط بالای قفسه نباشه. شما اگر خودتون الان شروع کنید نفس کشیدن، شمایی که بیننده برنامه هستید متوجه میشید که وقتی نفس میکشید، تازه وقتی که حالتون خوبه، تحت استرس یا فشار نیستید، عصبانی نیستید، باز هم نفس ها کوتاهه. نفس ها کامل از اینجا تا اینجا نیست، چون ریه ما فقط این نیست، از اینجا تا اینجا میتونه ریه ما انبساط پیدا کنه. و وقتی اینو داشته باشیم، چه اکسیژن بی‌نظیری میتونه وارد بدنمون بشه. ولی زمانی که ما فقط داریم از 1/3 ریه‌مون استفاده میکنیم، مقدار اکسیژنی که میرسه خیلی محدوده، در نتیجه میتونه باعث خستگی مدام و حتی افسردگی بشه. کما اینکه میگن یکی از بهترین تکنیکا برای بهتر شدن افسردگی یا دیپرشن، تنفس‌های عمیق، به خصوص در فضای باز، نه جایی که سرد باشه زیاد، باد داشته باشه و البته آلودگی هم نباشه، در یه حیاط، در یک باغ یا در یک پارکی که واقعا خب خیلی ها میرن چه برای ورزش و هر چی. کاری که الان میخوام بکنم خیلی ساده است و اینو چند وقتی دارم تو کلاس ها انجام میدم و برای عزیزان کار کرده. این تکنیک تنفسی ساده است. در این حال حضور ما رو به بدن خودمون و به تنفسمون میاره در جایی که هستیم. چون اکثر ما با وجودی که چشممون به تلویزیونه، گوشمون به یکیه، حواسمون جای دیگه است. میخوام برای چند لحظه شمایی که بیننده هستید چشمو ببندید و به من فقط گوش کنید. دستا رو از پشت میذارید روی پاتون، کف دست ها رو به سقف. 5 تا نفس خیلی آروم میکشیم. آروم که میگم یعنی این میشه 1 نفس و زمانی که نفس آرومه در نتیجه عمیقم هست، یعنی تمام ریه از اینجا باز میشه. تمرین کنید نفس کامل کشیدن رو. وقتی میگم بلی بریدینگ یا نفس شکمی، برای بعضی خیلی سخته، پس فقط میگیم نفس‌های عمیق. اوکی؟ 5 تا نفس میکشیم و حضورمون رو فقط میبریم به نفسمون. ببینیم با این 5 تا نفس تا چه حد میتونیم در جایی که هستیم و به چیزی که گوش میکنیم حضور داشته باشیم. اوکی؟ شروع میکنیم.
یه نفس دیگه. ممکنه بعضیاتون زودتر از من تموم کردین، اشکالی نداره. فقط میخوام متوجه باشید وقتی میگم نفسهای آروم، مثل زمانی که ما یک خواب عمیق فرو رفتیم. خب حالا خودتون رو چک کنید ببینید واقعا تونستین تو این 5 تا نفس برای 1 لحظه یا 5 ثانیه حضور داشته باشید در جایی که هستید. ما این تمرین رو توی یک کلاس خیلی شلوغ کردیم و خانومی که از همه بیشتر ناراحت بود از سر و صدای کلاس ها، خیلی جالب بود وقتی که گفتم بشینید آروم و شروع کنید نفس کشیدن، اولین کسی بود که چشمهای بسته قشنگ سرش خم شد. یعنی آدم بسیار آمادگی اینو داشت که حتی تو اون سر و صدا و شلوغی ذهنش آروم بشه و اصلا دیگه اونجور صداها اذیتش نکنه. بعد گفتم حالا چون توی کلاسی هستیم که خیلی از شرکت کننده ها یا پارتیسپنت های اون سنتر بودن و سر و صدا بود، گفتم حالا درست توجه 100%تون رو بدید به صداها، صدای حرف زدن، خنده، رفت و آمد، البته بدونی که قضاوت کنید، بدونی که اون صدا اذیتتون کنه، فقط توجه کنید. شما ممکنه الان تو خونه باشید صدای آرومی، صدایی نباشه اصلا، یا صدای کولر باشه یا هرچی، ولی این تمرین هم انجام میدیم برای 5 تا نفس و بسیار خوبه اگر در جایی هستید، رفتید جایی و سر و صدای زیاد داره کلافتون میکنه، نمیتونید هم زیاد حرف بزنید، فقط آروم بشینید، چشما رو ببندید و بدون اینکه قضاوتی بکنید فقط به صداها گوش کنید. میریم و این کار رو 5 تا نفس انجام میدیم. که نفس عمیق، 100% توجهتون رو دادید به صداها. حالا این صدا میتونه صدای کولر باشه، زنگ تلفن باشه، اگه بچه تو خونه داشته باشید در حال رفت آمد و جیغ و داد باشه، یا یه صدای رادیو جای دیگه روشن باشه، ولی توجهتون رو بدید به صداها بدونی که قضاوتی داشته باشه. پنج تا نفس رو تموم کردیم. حالا ممکنه بگه خب من صدایی اصلا نبود که اذیتم بکنه. حالا چرا این دوتا مرحله رو آمدیم؟ برای که میخواستیم به مرحله سوم برسیم. مرحله سوم ما 5 تا نفس میکشیم، این بار توجه میدیم به دردمون. هر کجا درد دارید، درد زانو، گردن، شونه، کمره. زمانی که ما توجه میدیم به درد، به جایی که شدیدتر بشه آرومتر میشه و میخوام اینو تجربه کنید. در حالی که چشمها بسته است، نفس آروم میکشید، توجهتونو، حالا ممکنه بگی من چند جای بدنم درد میکنه، خیلی خوب، فعلا اون جایی که الان بیشتر از همه اذیتتون میکنه، چشما رو میبندید، نفس عمیق، توجه 100%تونو به اون دردی که الان اذیتتون میکنه میارید و تخلیه. پنج تا نفس شما میتونید 10 تا 15 تا 20 تا نفس بکشید و توجه بدید به نقاط مختلف، ولی از یکی به یکی نپرید. 5 تا نفس مثلا درد زانو، 5 تا نفس حتی بیشتر. حالا چه خاصیتی باز این داره؟ کاری که میکنیم، ما خیلی از عزیزان شبا خواب خوب ندارن و وقتی شما شروع میکنید به این صورت نفس کشیدن و توجه دادن به درد، اگر از خاطر درد خوابتون نمیبره یا به خاطر فکر مشغول و زیاد خوابتون نمیبره،
شروع کنید تنفس ها رو، البته 5 تا کمه، شروع کنید از 1 تا 20 آروم آروم نفس کشیدن و بعد از 20 شمارش برعکس 19 18 17. من داشتم کسی که با قرص میخوابید، خود این خانم ادعا میکرد که سال هاست داره قرص میخوره و وقتی شروع کرد شماره معکوس رو شمردن، میگفت باورتون بشه یا نه، من وقتی به 15 14 رسیدم دیگه نفهمیدم. این هم مهمه که آدمی که نباشید که کنترلینگ باشید، که باید تا آخر شماره رو برید و مثلا حواستون باشه شماره رو از دست ندید. مهم اینه که وا بدید، یعنی زمانی که میبینید داره سنگین میشه چشمتون، ذهنتون داره خالی میشه، دیگه دنبال این نباشید که حالا شماره چنده. میخوام ازتون خواهش کنم این کارم انجام بدید. سوال چیزی داشتید با کمال میل شماره من پای تلویزیون هست، زنگ بزنید باهاتون صحبت میکنم. بعد از کلاس که ساعت، یعنی برنامه تلویزیون که ساعت 6 تموم میشه، اون موقع میتونم جواب تلفنتون رو بدم. توی آمریکا باشه هر کجا راحته، ولی خارج از آمریکا اگه کدتون رو بذارید فقط میتونم باهاتون تماس بگیرم. در هر حال این یه تکنیک خیلی ساده ای بود که اول ما برای این که چک بکنیم خودمونو، بدنمونو، ذهنمونو یا حتی سر و صدا رو یا چیزای دیگه، بعد از این میتونیم مرتب یه چند دقیقه رو این کار بکنیم، چون یه یاداوری هم برای همه خواهد بود. ولی خب چون همیشه ما یه سری حرکت ها انجام میدیم برای سر، گردن، دست ها، این کار رو خواهیم کرد و بعد برای پاها و بعدم یکی سری حرکت های نشسته و خوابیده رو زمین، به خصوص برای نشون دادن حرکاتی که به دردهای سیاتیک میخوره. حرکتی که برای دستا انجام میدیم چندیر بار انجام دادیم، ولی یه حرکت دیگه من اضافه کردم بهش. دست کاملا صاف میاد بالا، این قبلا انجام داده بودیم، و میاریم پایین. 1 2. حالا ممکنه کسی امروز دستش به این راحتی نره بالا، فقط اینقدر بره، همونقدر میبرید تا جایی میبرید که درد خیلی زیاد ندارید. 4 5. دست میره عقب از صندلی، اگر رو صندلی هستید پشت فاصله میگیرید، دست میره عقب میاد جلو. 1 2 3 4 5. دست از جلوی صورت تاب میخوره، میره عقب و جلو، انگشت ها کاملا بازه، ما رو انگشت ها، مچ، آرنج و سرشونه داریم کار میکنیم. 4 5. حرکتی که جدید اضافه کردم اینه، آرنج رو میچسبونید به پهلوتون، کف دستتون درست مثل یه نلبکی صاف، دست میاد مقابل بدن و بعد باز میشه، طوری که باز میشه مچمون در ردیف آرنج بالا نیست، اینه، و زمانی که باز میشه دست ما آزاد نیست، آرنج به پهلومون چسبیده. شما وقتی این حرکت رو درست انجام میدید، تمام عضلات این قسمت پشت شما داره کار میکنه. پس اینو انجام میدیم، چون تازه است، بعد از این تکرار خواهیم کرد که یادتون بمونه. مجسم کنید که یک بشقاب شیرینی دست دونه دارید به بغلیتون تعارف میکنید، ها؟ دست بالا نیست، پایینم نیست، مچ در ردیف آرنجه. 2 3 4 5. دست رو یه تکونی میدید. همیشه یه حرکت تازه وقتی میکنیم برای عزیزانی که مشکله، اگر دیدید یه ذره سختتونه آسونتر بگیرید تا یواش یواش به مرور که تکرارش کردیم راحت بشه برد. اگر هم کسی اصلا نمیتونه انجام بده، نمیده که برعکس هم انگشتا میچرخه، هم مچ، هم آرنج، و رو سرشونه هم داره کار میشه، دست میره رو به شونه و رو به پا، عقب و جلو. 4 5.
همون دست میره پشت سر، آرنج رو گرفتید باز و بسته میشه. بیوتیفول. میاریم پایین، دست رو عوض میکنیم، صاف میره بالا و پایین. یک، دو، سه، چهار، پنج. دست میره رو به عقب. یک، دو، سه، چهار، پنج. دست رو تاب میدی عقب و جلو. اوکی، چهار، پنج. کف دست رو به سقف، آرنج به پهلو چسبیده، دست باز میشه، بر میگرده. یک، دو، سه، چهار، پنج. دست از مقابل صورت رد میشه. توی این 10-12 روزی که من به خاطر درد سیاتیک سعی کردم که هیچ کار نکنم، چون واقعا خوب بود استراحت کامل باشه، واقعا کمبود زیادی احساس میکردم. شما وقتی بدنتون عادت میکنه، احساس میکنه که یه چیزی تو زندگیتون کمه. و بعد دردهای دیگه شروع شد، دردهای آرتروز، شونه، زانو، انگشت دست، انگشت پا. میخوام اینو بهتون بگم که بهترین چیز برای آرتروز فقط ورزش ها و نرمش هاست. و اگر ما این کار رو بذاریم کنار، براتون نوشتن امکانشو دارید استفاده کنید، چون در آب وزن سبکتره و شما خیلی راحتتر میتونید خیلی حرکت ها رو که روی صندلی هم براتون سخته اونجا انجام بدید. چهار، پنج. حالا صاف قرار میگیرید، خم میشید به یه. حالا اگر در اینجا تازه یه ذره کمر شما یا رگ سیاتیکتون بهتر شده، زیاد خم نمیشید، به مقدار خم میشید که اذیت نشید. فقط دست خودمونه که تصمیم بگیریم آیا میخوایم حرکت رو به طور درست انجام بدیم یا مبالغه و بعد بیشتر خودمون رو گرفتار کنیم و بعد میچرخیم. برعکس، نفس ها یادتون نره. من مخصوصا با صدا نفس میکشم که یادآوری باشه برای عزیزان، چه تو کلاس ها و حتی چه تو برنامه تلویزیون، که یادتون بمونه. چون ما عادت داریم وقتی یه کاری یه ذرم برای اون مشکله، نفسمون رو نگه میداریم. دستا سر شونه ها، پشت صاف میچرخه. حرکت فوق العاده برای شونه ها و گردن، بارها و بارها انجام دادیم. فکر نکنید که مهمه ما هر دفعه یک حرکت تازه رو بذاریم، نه. حرکت ها تکرارشه که کار میکنه، اینو بارها گفتم. و دیگه چقدر میتونه حرکت باشه برای سر، گردن، دست. دست ها رو میاریم بالا و پایین. انشالله وقتی خواستیم تو حرکت های مشکل تر بریم، 100% براتون دارم حرکت هایی که بیشتر کار بکشه. دست باز میشه، خم میشه. چهار، پنج. همون شونه طرف داخل آرنج رو میاریم. یک، دو، سه، چهار، پنج. میگیریم با دست دیگه میکشیم. بعضی وقتا ممکنه کسی دستش به شونش نرسه، پایین تر باشه، اشکال نداره. سعی خودتونو میکنید که بهترینتونو ارائه بدید. دست باز میشه، خم میشه.
دو سه چهار و پنج عوض میکنیم. برعکس دست باز میشه، دو سه چهار پنج، همون آرنج میاد تو، یک دو سه چهار پنج، میگیرید میکشید، خیلی عالی. و تنفس تنفس تنفس، به خصوص جایی که میبینید یه ذره حرکت براتون سخته، نفس ها باید عمیق‌تر و آروم‌تر انجام میشه. دست باز میشه، خم میشه. دو تا دست و سر شونه ها، آرنجا کاملا پایینه و هم نزدیک میکنیم. این یه قسمت دیگری از پشت ما رو کار میکنه. شما متوجه میشید که کدوم قسمت عضلات پشتتون داره کشیده میشه. یه وقتا هست که اصلا آرنج به هم نمیرسه و این نشون میده انقباضی که تو پشت شخص هست. چهار پنج. حالا میارید بالای بالا به هم نزدیک میکنید. گاهی عزیزان این براشون سخته، وقت نشون میده که انقباض در قسمت بالای پشته. سه چهار پنج و به صورت دورانی میچرخونید. برعکس خیلی خوب، خیلی عالی. یه چند تا حرکت موج آرنج هم انجام میدیم که در رابطه با سرشون است. کفای دست رو هم میچرخونیم به طرف جناب سینه. یک دو سه چهار پنج. من اینا رو پنج تا میرم که وقت بذارم برای حرکت های دیگه. شما تا هفت تا ده تا میتونید، مخصوصا اگه یه حرکتی رو دوست داشتید و دیدید براتون کار میکنه. پشت دستا به هم، دست چپ میره داخل دست راست، از زیر میاد بالا، باز میشه، بسته میشه. ممکنه کسی نتونه اینو کامل انجام بده، حتی تا نیمه راه هم که بیایید غنیمته. چهار پنج عوض میکنیم. One, two, three, four, and five. کف دست رو نگاه کنید. بارها گفتم یکی از چیزهای خیلی مورد علاقه خودم این حرکت. با دست راست محکم پنج تا انگشت رو چلوندم واقعا تو، برای اینکه خوشم میاد، برای دردهای انگشت که آرتروزه فوق‌العاده است. و بعد باز میکنم کاملا صاف و کشیده. یکی از کلاس خانمی که بعد از مدت ها غیبت آمده بود، بسیار سرشونش دردناک بود و اصلا به طور عجیبی درد داشت. حرکت های مختلفی تو کلاس کردیم، ولی وقتی این حرکت رو کرد خودش گفت من احساس کردم یک گره توی شونم بود باز شد. برای من جالب بود و بعد از اون فقط این ست حرکت ها رو مرتب داره انجام میده. همون دست پشتش از این بر. ببینید برای هر کسی ممکنه یه حرکت خیلی کار بکنی، همونی که رو انجام بدید، مجبور نیستید همه رو انجام بدید. همه رو انجام بدید عالیه، ولی اونی که بیشتر دوست دارید و براتون کار میکنه رو حتما. انگشتا سرازیر می کشید. یس. دو سه چهار پنج.
انگشتا رو به سقف، کف دست رو به بیرون. یک، دو، سه، چهار، پنج. همون دست صاف میچرخه از مچ به بغل، با دست دیگه میگیری. ممکنه شما دستتون نرسه، اینو بکنین اگه این دسته میرسه. اگر میرسه که چه بهتر. یک، دو، سه، چهار، پنج. همون دست پشتش. یک، دو، سه، چهار، پنج. و بعد از این بالا شروع میکنید یه ماساژ خوب. یکی دیگه از کارهای خوبی که میتونیم بکنیم وقتی درد داریم، قبل از اینکه بخوایم نمیدونم آیس پک بذاریم، هات پک بذاریم، یخ بذاریم، گرما بذاریم، دست خودتون رو بذارید و چشم‌ها رو ببندید و نفس بکشید و توجهتون رو بدید به اون قسمت. کاری که اول این برنامه کردیم، گفتم اگه توجه کنیم به دردها بهتر و آرومتر میشه تا به جایی که بدتر بشه. دست رو عوض میکنیم. یک، دو، سه، چهار، پنج. همون دست پشتش. دو، سه، چهار، پنج. انگشتو سرازیر میکشی. انگشتا رو به سقف. 1 2 3 4 5. دست صاف خم میشه، میگیریم. 1 2 3 4 5. پشت دست. 1 2 3 4 5. ماساژ میدید، بعد میریم برای حرکت‌های پا روی صندلی. یه سری حرکت‌های پا رو روی صندلی بهتون نشون میدم و بعد میریم روی زمین. لب صندلی میشینید، انگشتای پا طرف تو. زنده باد. من خودم به خاطر همین که گفتم یه 10-12 روزی بود ورزش نکرده بودم، انگشتای پام شب تو خواب میگرفت به طوری که اینجوری به قول معروف چارچنگولی میموندم. و بعد دیدم خب به خاطر اینکه یه سری حرکت هایی که همیشه میکردم و نکردم، یعنی در واقع مثل که اعضای بدن به صدا در اومده بودم. به هر حال یکی از حرکت های فوق العاده که هم خستگی پا رو انگشتا رو در میاره، هم اگه آرتروز داری تو انگشتای پا فوق العاده است. اگر شروع بانیانه و میتونید انگشتا رو خم بکنید حتما خم بکنید. داشتم عزیزانی که عمل کردن و به خاطر چیزی که تو پاشون هست نمیتونن شست پاشون رو خم کنن. اونایی که میتونید غنیمته، اگر امکانشو دارید انجام بدید به نفعتون. اوکی، حالا همزمان که ما انگشتای پا رو به تو خم کردیم، یک کار دیگه هم میکنیم که انگشتای دستم بی نصیب نمونن. با شست، با دوتا شست انگشت اشاره رو محکم به طرف تو خم کردیم و فشار میدیم. بعد میریم با شست انگشت وسط رو محکم فشار میدیم. این حتی برای جوونا هم خیلی خوبه، به خاطر استفاده زیاد از کامپیوتر و تکست فوق العاده است که از حالا مواظب انگشت و مچ دستشون باشه. انگشت حلقه رو با شست محکم به طرف تو فشار میدیم و بعد انگشت کوچیکه رو محکم با شست نگه داشتیم و بعد تمام انگشتا روی شست خوابیدن. حرکت بعدی شست، انگشت اشاره شست رو پایین نگه میداره، چون میدونید که شست یکی از همه انگشتا با ارزش و مهمه، ولی شست خیلی کار میکنه و بیشتر عزیزان دردهایی که دارن از تو شستشون میاد که بهش کارپال تانل میگن،
و خیلی خانمای خانه دارم گرفتارشن به خاطر آشپزی زیاد، کات کردن های زیاد. انگشت وسط شست و پایین نگه میداره، انگشت حلقه نگه میداره و انگشت کوچیک شست و محکم پایین نگه میداره. اینو میتونید در جا نشستید، بیکارید، اپوینمنت دکتر دارید، سلمونی دارید، کاری که با انگشت ها میتونید بکنید. و بعد چهار تا انگشت روی شست. حالا دستا سر زانوها، پاشنه ها رو به زمین فشار میدیم و آروم میریم بالا. یک، دو. حواستون باشه، گفتیم این حرکت های ساده ایه برای عزیزانی که تازه درد سیاتیکشون بهتر شده یا حتی کمرشون. اگر دکترتون عملی چیزی داشتید و فعلا بهتون فیزیکال تراپی داده، فکر میکنم این یکی از حرکت هایی که میتونید انجام بدید. پنجه های پا به بیرون، پنجه زمین، پاشنه بالا، زانو صافه، پاشنه و بعد انگشتا کاملا باز، انگشتای پا کاملا باز. پنجه، پاشنه، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. بغلای پا رو زمین تا جایی که درد ندارید، چه زانو چه ناحیه لگن و کمر، پا رو باز میکنید. یک، دو. و همیشه حواستون به تنفستون باشه. نفس میکشید، پا بسته میشه، نفس خالی میشه. دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم. و یکی دیگه، خیلی مهمه تنفس ها، هر چقدر که بگم کمه. زانوها به هم، پاها به بغل باز، دوباره دم و بازدم. یک، حواستون به زانوتون باشه، درد زیاد نباشه توش. سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نو، ده. خب معمولا من پا رو میذاشتم رو این خم میکردم، ولی حالا میتونم، البته چون امروز تمام این هفته رو تو کلاس ها کار کردم رو صندلی، ولی حالا مخصوصا برای عزیزانی که میخواید این چیز رو دنبال بکنید، اگر رو صندلی نشستید فقط دو تا پا رو از یه بر خم میکنید، به جای که یه پا رو بیارید رو اون، که کشش خیلی زیادی به رگ سیاتیکتون نداده باشید. در عین اینکه یه ذره کشش دادید، ولی با ملاحظه این کار رو کردید، چون اگه این پا رو بیارید رو این، کشش بیشتر میشه و نمیخوام خدای نکرده یه وقت دردتون برگرده یا بیشتر بشه. میمونیم تو حرکت، نفس میکشیم. این کارم خوابیده انجام خواهیم داد تا متوجه بشید که به دو صورت میشه انجام. بعد از این ور خم میکنیم، قبل از اینکه بریم رو زمین بشینیم یه حرکتی هست که ما مرتب تو کلاس ها انجام میدیم، اینجا هم انجام دادیم، حرکت نگه داشتن پاها به طرف بالا و از مچ به طرف صورت خم کردن به مدت یک دقیقه. من از الان شروع میکنم، اگر میتونید به کمرتون فشار نمیاد پاها رو بیارید بالا و به مدت یک دقیقه پاها از مچ کاملا به طرف زانو چرخیده و انگشتای پارم باز نگه داشتم. بی نظیر برای مچا، زانوها، لگن، ولی به شرطی که به کمرتون فشار نیاد. اگر احساس میکنید به کمرتون فشار میاد، پارو میرید پایین تر
یا یک صندلی یا میز جلوی تلویزیون و پاتون رو میتونید روش بذارید تا بعد یواش یواش بتونید بدون کمک چیزی پاها رو بالا نگردید. 10 ثانیه دیگه میشه 1 دقیقه. همون 1 دقیقه برای شروع عالیه، به خصوص برای کسایی که زانوتون اذیته، به شرطی که درد زیاد الان تو این حرکت نداشته باشه. که حالا پاها رو رو به بیرون، مثل که یکی گرفته انگشتای پا رو محکم داره میکشه رو به بیرون، میریم باز برای 1 دقیقه. اگر انگشتای پاتون گرفت، کرامپ کرد، تکونش میدید، دوباره انجام میدید. چون خیلی از عزیزان تو این حرکت میگیره انگشتای پاشون و اذیت میشن. پونزده ثانیه دیگه میشه 1 دقیقه. اگر واقعا یادتون بمونه فقط 1 دقیقه در روز پاها از مچ به طرف صورت یا زانو و 1 دقیقه رو به بیرون نگه دارید، کمک خیلی زیادی به درد و ورم زانوتون میکنه، به شرط که تو درد شدید نباشید. اوکی؟ پاها رو رها میکنیم، صندلی رو میذارم کنار که بشینم رو زمین و شما عزیزان برنامه رو از روی زمین دنبال کنید. اوکی؟ حالا ممکنه کسی نتونه رو زمین بشینه، آرایت، هنوز پاتون دردناکه و نمیتونید، خب پاها رو به بیرون دراز میکنید و نگاه میکنید ببینید آیا تو این پوزیشنی که نشستید اوکید یا نه. برای اینکه کمرتون یه حائل داشته باشه که خزیت نشه، دست ها رو اینجوری میذارید و خیلی آروم میچرخونید پاها رو، خیلی آروم. حالا اگر امکان این باشه که پشتتونه به مبلتون یا به دیواری جایی تکیه بدید دیگه بهتر. به طرف تو حالا پای چپ رو خم کردم، من گذاشتم بغل رون پای راست. حالا برای اینکه محتاطانه رفتار کرده باشیم پا رو خیلی بالا نمیاریم. فرض کنید شما الان دارید این حرکت رو انجام میدید و براتون سخت پا رو بیارید بالا، یه پا صافه، یه پای دیگه خم شده و دست و سر زانو گذاشتید و رو ببینون و اصلا درد ندارید. اگه قرار باشه درد داشته باشید حرکت رو انجام نمیدید. یه نفس دیگه، پا رو اگر میتونید میذارید این و با دست دیگه نگه میدارید و آروم میچرخید، طوری میچرخید که باز در ناحیه پایین کمر کشش درد و سوزش نباشه. کشش اب نداره مختصر باشه، ولی اگه زمانی باشه که تازه بهتر شده دردتون و یک زغزغ میکنه، نمیخواید تحریکش کنید، میخواید فقط یه ذره استرچ های آروم کرده باشید. ممکنه تمام حرکت ها برای شما نباشه، 2 تا 3 تاش باب میلتون باشه، اونا رو انجام میدید. آروم بر میگردیم، پا رو عوض میکنیم، پا رو خم میکنیم تا جایی که فشار حس نکنیم، دست رو میذاریم سر زانو، دست دیگه پشتمونه، و اینجاست که میگم تنفسات واقعا به کمک میاد. نفسا
میتونید تمرکز کنید به جایی که کشش زیاد داره، یه درد مرده توشه، یه ذره چیز خوشاینده، تنفس ها رو انجام بدید، یواش یواش میدید اون عضله و مفصل راحت تر میتونه خودشو از اون انقباض در بیاره. آرایت، پا رو میذاریم این بر، بغل میکنیم، میچرخیم. محکم بغل نکردم، میتونم بیشتر باشه، ولی دارم با ملاحظه این کار رو میکنم. خیلی عالی، پا رو صاف میکنیم، نفس عمیق روی پا خم میشیم. من اکثرا دستم به پنجه های پا میرسه، ولی الان نمیخوام خودم رو تو فشار بندازم و به زور این کارو بکنم. شما همینطور، اگر ممکنه که تازه دردم ندارید، بار اول دومه اصولا بدنتون اونقدر فلکسیبل نیست و سختتون رو به جلو برید، تا جایی که میتونید میرید. یه نفس عمیق دیگه، آروم این بالا. بقیه حرکت ها رو خوابیده نشونتون میدم، چون بهترینش خوابیده است. البته اگر روی تخت خوابتون انجام میدید، باید تخت خواب سفت باشه، نرم نباشه، و روی مبل که به هیچ وجه این کار رو نمی کنید. این حرکت یه ماساژ خوبیه برای پایین کمر، فوق‌العاده است، فوق‌العاده، فوق‌العاده. حالا پای چپ رو از کف میذاریم، پای راست صاف باز میشه و جمع میشه. اوکی، یک، دو. به همین آرومی که میبینید انجام میدید. سه. حالا ممکنه کسی تازه تلویزیون رو روشن کرده و نمیدونه چرا انقدر حرکت ها آروم و با ملاحظه است. ما برای عزیزانی که ناراحتی سیاتیک یا کمر داشتن و الان بهترن و میخوان یه ذره برسن به بدنشون، قشنگ اینجا پا رو فشار میدید. حالا اگه سر و گردنتون اذیت نمیشه، آروم سر میارید بالا، میذارید پای. یک، البته گردن رو اینجوری نمیکنید، اینجوری میایید بالا. دو. سه. ولی باز اگر ناراحتید نمی کنید. چهار، پنج. این پا رو میذارید، میریم برای اون یکی. یک، من حرکت رو زیاد نکردم، ما میتونیم تا 10 تا اینا رو انجام بدیم، و بهترینش هم اینه که صبح که از خواب میخواید بلند شید، احساس میکنید بدنتون کاملا خشک و یه ذره دردناکه، در صورتی که شب قبل که میخوابیدید انقدر بدن خشک و دردناک نبود. یه سری این استرچ ها رو بکنید و از تخت بیایید پایین. پا رو محکم میگیرید، فشار میدید، فشار میدید. حالا اونایی که دوست دارید سر میارید بالا و میرید پایین. یک، دو، سه، چهار، پنج. حالا دوتا پا رو بغل میکنید دوباره. این ماساژ ها فوق العاده است، فوق العاده است. و زمانی که ما تا
تو درد سیاتیک هستیم یا بهتر شده، به هیچ وجه حرکت‌های شکم رو نمی‌کنیم. ممکنه براتون عجیب باشه، برای اینکه خب همیشه میگن وقتی شکم ضعیفه بیشتر رگ سیاتیک یا کمر میگیره، درسته، ولی چون الان تحریک شده ما اون حرکت‌هایی رو که می‌کردیم نمی‌کنیم. تنها حرکتی که مجاز هستیم حرکت پلویک تیلت، یعنی در حالی که پاها از کف رو زمین نفس میکشیم، شکم میاد بالا، شکم رو جمع میکنیم، نفس رو خالی میکنیم. یکی از حرکت های بسیار تایید شده از طرف دکترها و فیزیکال تراپی هست برای کمر درد ها، حتی برای کسایی که ناراحتی مهره داشتن و عمل مهره کمر کردن، یعنی سیف ترینه. پس نفس میکشید، خالی میکنید، جمع میکنید و پشتتون دوباره به زمین میچسبه. ما بارها توی برنامه ها این حرکت رو انجام دادیم. آخر حرکت هایی که برای شکم بوده و بعد خواستیم یه ذره نرمش بیشتری رو داشته باشیم، یه ذره سخت نگیریم، این حرکت رو کردیم. ولی الان که یه ذره کمرمون بهتر شده فقط اینو انجام میدیم و حتی 2 تا 3 بار شما میتونید 10-12 تا نفس انجام بدید. حرکت بعدی که نشسته رو صندلی نشونتون دادم، خم شدن 2 تا پا به یه ور بود. تا جای خم میشید که کشش زیاد حس نکنید، اذیت بشید، نگر میدارید و میمونید. برعکس پاها رو از این ور خم میکنیم، همینجور که به پشت خوابیدید، اگر کسی نمیتونه پاشو صاف کنه به خاطر اینکه وقتی صاف میکنه به کمرش فشار میاد، میتونه پاها رو اینجوری نگه داره. میخواییم بریم توی یه ریلکسیشن 3-4 دقیقه و چون هیچ وقت این فرصت رو نداشتیم که این کار رو انجام بدیم، الان بهترین فرصته. اونهایی که میتونید پاها رو صاف دراز میکنید، دست ها از پشت و فقط به صدای من گوش میکنید. اوکی؟ در حالی که راحت خوابیدید، دست ها از پشت روی زمینه، کفای دست رو به سقف، توجه میارید به انگشتای پا، انگشتای پای راست و انگشتای پای چپ. توجه که میارید یعنی نگاه نمی کنید، فقط حضورتون رو میارید به انگشتای پاتون که آیا درد دارید، تنشنه. فقط حواستون رو میدید به انگشتا و نفس میکشید. بعد توجهتون رو میارید به روی 2 تا پا. آیا درد دارید؟ ریلکسد یا تنسه؟ اگر ریلکس نیست ریلکسش میکنید. حال توجه بیارید به کفای پا. آیا درد دارید؟ اگر تنس ریلکسش میکنید. پاشنه های پا. ساق پاها.
درست مثل که بدنمونو داریم سکن میکنیم، تیکه به تیکه بدنو داریم زیر نظر میبینیم. توجه برید به زانوها، درد دارید، کشش یا ریلکس توجه میکنید. توجه برید به رونها، توجه برید ناحیه شکم و لگن، به خصوص اگه در این ناحیه احساس درد و سنگینی میکنید توجه. توجه بیارید به پایین قفسه سینه زیر دیافراگم. توأم با نفس ها. توجه بیارید به قفسه سینه ناحیه قلب. آیا نفس ها به راحتی انجام میشه یا احساس سنگینی میکنید در ناحیه تنفسیتون؟ توجه بیارید به سرشونه ها، آیا درد دارید یا ریلکسه یا تنسه؟ توجه میکنید بهش؟ توجه بیارید به بازوها، آرنجا، به خصوص اگه درد هست در این ناحیه، ساق دست ها، مچای دست، کفای دست و انگشتا. آیا احساس سنگینی و مورمور شدن کف دستاتون حس میکنید؟ اگر حس میکنید انرژی که کف دست ها جمع شده؟ توجه بیارید به عضلات گردن، به خصوص اگه درده تنس ریلکسش میکنید. به آرواره ها، به خصوص اگر عادت دارید دندون قرچه کنید، فشار بدید به هم، ریلکسش کنید. گونه ها، توجه بیارید به چشم ها، پیشونی، گوش ها، و کاسه سر. حتی به پوست سرتون توجه کنید. گاهی ما احساس میکنیم کشیده میشه، سردردها و تنشن هایی که در سر هست گاهی احساس کشیدگی میکنه. حتی یه وقت افراد میگن موی سرم درد میکنه. موی سر نیست، اون پوست سره. حالا تمام بدنتون رو از نوک انگشتای پا چک کردید تا فرق سرتون، ولی باز اگر احساس میکنید جایی دردی چیزی هست و هنوز ریلکس نیست، ریلکسش میکنید. و اگر از پشت خوابیدن خسته شدید و کمرتون درد گرفت، یکوری میخوابید که فشار بیشتری به کمرتون نیاد. ولی اگر راحت هستید و تو این حالت خوب هستید، میمونید و نفس میکشید. ما چند ثانیه‌ای بیشتر به پایان برنامه نمونده. من در اینجا از شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده به امید دیدار، و ازتون میخوام ادامه بدید تنفسا رو. و دوست دارید در منزل هستید بمونید، هیچ عجله‌ای به خرج ندید، بمونید و نفس بکشید و این احساس آرامش رو حسش کنید.